اجازه بدیم که در حضور او باشیم و قدوسیت او رو نیز اعلام کنیم. در مزمور 29 یک الی دو این گونه اشاره میکنه: ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنید. کجا میتونم چند جواب بشنوم؟ کجا خدا رو توصیف بشنوم؟ شما خدا رو کجا توصیف؟ کارهای عظیمی که خدا تو زندگیت انجام داده، مثل خواهر عزیزم که گواهی داد، میتونست این رو در قلبش پنهان کنه. این یک نوع توصیف کردن داره، اومد اعلام کرد تا دیگران بنا بشن. کجاها ما میتونیم خداوند رو توصیف کنیم؟ هر لحظه دیگه. آمین. یه دست بزنید برای خواهر عزیزمون آزیه عزیزم که برای چهارشنبه گذشته با مادرشون صحبت میکردیم و قلبش هم داده مسیح. بله، اینم گواهی هستش که شما میخواستید گواهیتون رو بدید یا نه، ولی خب الان دادید. بازم یه دست به افتخارشون. کلام خدا میگه تو و اهل خانوادت نجات پیدا میکنه، نترس، نگران نباش. توی پرسته شما میتونی نام خداوند رو بلند کنی، اونو توصیف کنی. توی گواهیات میتونی، همین الان که اینجا هستی شما توصیف خداوند هستید، شما فرزند خدا هستید. خانه خدا رو تنها نذاشتید. کلام خدا اعلام میکنه که مسیح کلیسا رو بنا کرد، کلیسای مسیح رو دارید. یک شنبه است میتونستید خیلی جاها دیگه باشید و مسلماً گناه هم نداشت، خوش میگذروندید، ولی خداوند کلیساشو داد تا به یاد بیاریم کار عظیم خداوند رو. ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنید، جلال و قوت را برای خداوند توصیف کنید، که در حضور او باشیم در دعا، در پرستش. خداوند را در هر زینت قدوسیت سجده کنید، یعنی با شایستگی در فکرمون، در احساسمون، در اعمالمون، که بتونیم در وفاداری و در تقوا و در احترام با عشق نیز نام او رو جلال بدیم. باز شاعری اعلام میکنه: دمی که به ذکر خدا شود صاحب، دمی که به ذکر خدا شود صاحب، هزار بار به از عمر جاودان باشد. موسی میگه در حضور خداوند بود 40 روز، نمیخورد، نمینوشید، اما صورت او میدرخشید و توانست در حضور خداوند اون قوت رو داشته باشه، چرا که اونیز قدوسیت خداوند رو اینجا اعلام میکرد در حضور خدا. ذکر قدوسیت خدا نه تنها در پرستش، ستایش، دعا، شکرگزاری، بلکه در عمل، یعنی در تمام شرایط زندگی خودمون میتونه باشه، که در شادی ها، در مشکلات، در دشمنی ها. شما بگید دیگه جان، حسادت ها نه، در سختی ها بله، خب حسادت ها، جنگ های روحانی، در فراوانی، در برکت، در جفا، در حملات، در همه جا ما میتونیم نام خداوندمون رو بلند کنیم و او به داد ما خواهد رسید.